خب جناب خدا درستی گذاشته در خصوص حل معادلات دستگاه معادلات خطی صحبت کردیم. گفتن اگه دستگاه معادلات خطی بسید یک ایکس یک به اضافه ایکس دو آم یک ایکس یک به اضافه آم دو ایکس دو به اضافه AMNXN مساوی BM به ما بدن، این در واقع N تا متغیر X1 و XN داریم که با N تا معادله در واقع ادغام شدن، این دستگاه ایجاد کردن. در معرفی در واقع و حل دستگاه معادله که ما به جواب دستگاه فکر میکنیم، گفتیم ابزار جدیدی برای مطالعه وجود داره. برای حلشون ابتدای گوس اومد روش های جالبی را روش حذفی گوس معروفه، که در این روش اتفاقی که میفته اولی در واقع x1 که ضریبش مخالف صفره، یعنی متغیری که ضریبش مخالف صفره، با کمک اون تمامه در تمام معادلات دیگه x1 را حذف میکنیم، این معادله کاهش پیدا میکنه به n منهای یک متغیر. دوباره همین فرآیند تکرار میکنیم یواشه تا برسیم به انتها. در انتها معادله وقتی رو بر حسب x1 x2 جواب پیدا میکنیم، به صورت بازگشتی برمیگردیم همه رو حساب میکنیم. بریم مثال بزنیم. مثلا معادله 2x به اضافه 3y، حالا من به صورت این جوابش بخوام بنویسم، 3x2 مساوی با منهای و در واقع 4x1 به منهای x2 مساوی با 1. این دستگاه معادله رو میان حل کنیم. من میام برای ستایی هم کاش میدوشتیم که جواب بیشتر خودش سوال نشون میداد، به اضافه x3 مساوی با منهای به اضافه 2x مساوی با 1 و x1 منهای 2x2 منهای x3 مساوی با 2. مثلا این دستگاه سه معادله سه مشهور وجود داره توش. من به کمک اولی زیر رو حذف میکنم، یک جمع معادله من خواهد داد، منفی دو برابر با این جمع کنم x1 حذف میشه، منفی دو ستا منهای 6 منهای 7 و x1 منفی دو تا و منفی دو تا میشه 0 به اضافه 0 مساوی باشن منفی دو تا 1 میشه 0. میام در معادله بعدی این رو با این، خب منفی یک دومه این رو مثلا با این جمع میکنم، درسته؟ چه اتفاق میفته؟ یکه x2 منفی یک دومه با این جمع کنیم مساوی میشه با 0، x1 هست میشه در واقع منفی 3 دوم، اینم منفی 4 دوم، منفی 7 دوم x2 منفی 1 دوم، این هم منفی 2 دوم میشه منفی 3 دوم x3 مساوی با چند؟ منفی 1 دوم میشه 1 دوم، این هم 2 دوم، 4 دوم میشه 5 دوم. این دستگاه از دستگاه سه معادله سه مشهور به یک دستگاه دو معادله دو مشهور رسیدم. چه کار میکنم؟ اینجا میرم مسئله چه کار میکنم؟ حل میکنم. اگه مثلا x2 به دست میاد اینجا، الان x2 اینجا به دست میاد چند؟ مساوی با 3/7 منفی. x2 که به دست میاد توی معادله x3 حساب میکنم، x3 به دست میاد در واقع یه عبارت تو محاسبات، بعد میبینم میزنم توی یکی از این معادلات x3 هم چکار میکنم؟ محاسبه میکنم. به این روش میبینیم روش حذفی گوس، خیلی هم راحت و دستگاه معادلات رو حل میکرد. اما در روش پیشرفته تر، بعد از اینکه در واقع ماتریس ها رو معرفی کردن و یک دستگاه و یک ساختار جالبی ماتریس ها ایجاد شد، و همچنین شما میگید فضای ماتریس های M در N روی R عنوان یک فضای برداری دیده شد، که دیدیم عمل جمع داره، عمل مثلا ضرب اسکالر داره، اگه یه شرایطی وجود داشته باشه ضرب ماتریس ها رو با هم میگذاریم و انواع ماتریس و خواص اونها که تو فضای ماتریس های N در N دیدیم، گفتیم دستگاه به صورت استار رو میشه به شکل ماتریسی گفت. چه کار کنیم؟ یه ماتریس ذرایب درست کنیم. ماتریس ذرایب به چه صورت؟ میشه R1 1 R1 2 تا R1
و بعد ماتریس جلو سطر AM1, AM2 تا AMN. یک ماتریس M در N. بعد ماتریس چی به وجود میاد؟ ماتریس در واقع مجهول به وجود میاد. بردار مجهول، مجهول میشه چی؟ میشه بردار X مساوی با یک مات بردار ستونی X1, X2 تا XN در فضای RN. و یک بردار معلوم داریم، بردار معلوم داریم در واقع B مساوی است با B1 تا BN. با توجه به عمل ضرب ماتریس هایی که ما آشنا شدیم باشون، ماتریس A ضرب در ماتریس X مساوی با ماتریس B، در واقع یک ماتریس IJ که M در N هست، در یک ماتریس X1 تا XN که N در 1 هست ضرب میشه. یک ماتریس چند در چند ما خواهد داد؟ M در 1، M در 1 B1 تا BM به ما خواهد داد. یعنی اگر شما دقت کرده باشید AX مساوی با B اگه تو فضای R1 باشه این مشهول و معلوم همون، این همون معادله 2X مساوی با 3 خواهد بود، یا AX مساوی با B در فضای R خواهد بود. یعنی تعمیم ماتریس M معادل N مجهول معادل یک ماتریس، یک معادله خطی در فضای R خواهد بود و حل اینا. همین اتفاقاتی که ما تو محاسبات و نوشتجات معادلات انجام میدادیم، میتونیم همون روش رو برداریم رو ماتریس آچکار کنیم، به اعمال کنیم و به کمک این به ماتریس ساده تر برسیم. خب سوال اول اینکه ما دستگاه های در واقع هم عرض رو گفته بودیم، گفتیم دو دستگاه ماده یه دستگاه دستگاه دیگه هم داشته باشیم، این دستگاه رو با هم بگیم هم عرض. هر کار چی باشه، هر معادله از یه دستگاه به کمک ترکیب خطی معادله اتومیکی به دست میاد. و بعد گفتیم دستگاه های هم عرض جواب های یکسان دارن. حالا سوال دقت کنید، فرض کنید AX، فرض کنید AX مساوی با B و BX مساوی با C دستگاه های معادله های خطی هم عرض باشن. خب اقلا کدوم دستگاه به صرفه تره که حلش کنیم؟ اونی که ساده تره، اونی که ماتریسش ساده تره. پس هم عرض باشن به وجود حل دستگاهی که ماتریس ضرایب ساده تری دارد چی؟ مربوط به صرفه است. اینو که خیلی چیز طبیعی و واضحیه، اما ساده تر یعنی چی؟ این یعنی چی؟ در ریاضیات واژه های اینجوری نباید مطرح بشه، باید با دقت تعریف بشه که ببینیم منظورمون از این ساده تر چیه. ساده تر یعنی ماتریس تعداد و اندازش کمتر بشه، مثلا M در N بشه مثلا 2 در 1، یا مثلا میخوایم عناصر در درایه ها مثلا باشه 1-0، از این حرفا گنده نباشه. منظور چی از ساده تری؟ در برای ساده تری اینجوری میتونم مطرح کنم. نگاه کنید، شما ماتریس همانی رو آیا نگاه کنید، ماتریسی که قطر اصلیه که برای اینجا صفر، اگه ماتریس رو من بیارم در این مجهولی ضرب کنم، پس ماتریس مثلا 1 1 1، 0 0 0 0، درسته؟ و 0 0 این رو در متغیرهای x1 x2 x3 ضرب کنید، بخواییم حلشون کنیم با دستگاه معادله B1 B2 B3، شما سریع بگید X1 مساوی با B1، X2 مساوی با B2، X3 مساوی با B3. میگم چرا؟ میگید وقتی ما همانی در این ماتریس ضرب کنیم خود ماتریس میمونه، پس حاصل این میشه ماتریس X مساوی با B، پس دستگاه حل میشه. ساده تر بودن به این معناست که ماتریس ضرایب هر چقدر میتواند به سمت ماتریس همانی حرکت کنه.
خب ما ماتریس حمالی داشتیم، ماتریس قطری داشتیم. قطری بود که مثلا دلایه های رو قطر اصلی مثلا باشه آ1، آ2، آ3 تا ANN بالو کنید همه چند باشن صفر. اگه این ماتریس در شما X1 تا XN ضرب کنید مساوی با B1 تا BN بذارید جواب چه میشود؟ جواب خیلی سریع به دست میاد. X1 مساوی باشن B1 بر A1، حالا به شرطی که مخالف صفر باشن. X2 مساوی با در واقع B2 بر A2 تا الاخر. XN مساوی با BNN بر ANN BN به شرطی که ما آقای ها رو مخالف صفر داشته باشیم. اگر مثلا یه آقای صفر شد مقابلش بیایش هم چند بشه؟ صفر بشه. این یه حالا یعنی در قطیان هم خیلی ساده هست، اصلا نیازی به محاسبه نداریم، در قطیان هم ساده تر حل بشه. اما یه نقاط جلوتر بریم یعنی سختر کنیم مسئله رو، شما میتونید از ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی استفاده کنیم. در ماتریس های مثلا بالا مثلثی که در واقع به این صورت میشه، یه ماتریس در واقع به این صورت A1 A2 تا A1N A0 A2 تا A2N A0 تا A مثلا NN بالای زیر قطر اصلی همه صفر باشن. در اگه در شما چیکار کنید X1 تا XN اش کنید مساوی میشه با چی؟ حالا همین مثال من در واقع مربعی میخوام به عرض اون ساده تر بودن میشتر توضیح بدن به اون B1 مساوی باشن B1. اینجا شما ببینید ضرب که میکنی تو ماتریس سطح اول در ستون اول میشه A11X1 به اضافه A12X2 به اضافه A1NXN مساوی با B1. دومیه که در بکش میفته میشه چند؟ A22X2 به اضافه A23X3 به اضافه A2NXN مساوی با B2. سومی زمین که میفته تا آخری میشه چند؟ آخری همه صفره، میشه ANN در XN مساوی با چند؟ BN. اینجا هم سریع روش برگشت XN رو حساب میکنیم میشه چند؟ BN بر ANN بعد برمید XN رو اینهایی رو حساب میکنیم همینجوری کاهشی همیشه حل شد. اصلا محاسبه نمیخواد، یعنی ماتریس حمالی باشد، قطری باشد، بالا مثلثی باشد، پایین مثلثی باشه، اینا خیلی سریعتر مسائل رو برای ما حل میکنه. و حتی در ماتریس های مثلا به این فرم که تعداد سطر و سطور برابر نیستن ما هر چقدر بتونیم این ماتریس رو کاهش بدیم به این که چی؟ تعدادی از این سطرها صفر بشه، خود به خود از دور خارج میشه معادلش و بتونیم به ماتریس خوبتری برسیم. این فرایندی که ماتریس شما ساده تر میکنی یعنی کاهش تحویلش میکنی ماتریس در واقع فرایندی از عملیات های سطح مقدماتی بهش میگن. و اینجوری که ماتریس میخواد برسه به این شکل به ماتریس پلکانی معروفه، یعنی پله صفر همون روش هست میگوسته دیگه، در موقع اونم همین کار رو میکرد تا آخر میرسید به قسمت آخر رو مثلا رو حل میده به این میگن شکل پلکانی. در این ساختار ما دوست داریم به کمک یک فرآیند جدیدی ماتریس ضرب رو ساده تر کنیم تا سریعتر به جواب برسیم. همون عملیاتی رو که در واقع گروس برای حل دستگاه میکرد به طور مستقیم رو تو ماتریس ها پیاده سازی کنیم. بدین روش برای به دست آوردن ماتریس های ساده یعنی در واقع به منظور خودمون لطفا تو کوتیشن بزنید منظور ساده از این مثلا حمالی و قطری حرفا به مجموعه روش های عملیات های سطری مقدماتی نیازمندی. این عملیات ها چی هست؟ این عملیات ها همون اتفاقی که شما در حسب معادلات و متغیرها انجام میده در حق روش حسبی گوس رو میاد تو سطر اتفاق میفته. شما چه کار میکردید؟
یه مذهبی رو اینو در یه مذهبی زر کنی دستگاه تبرین نمیکرد یا چی کار میکردی؟ یه مذهبی از این رو با یکی جمع میکردی اینجا میذاشتی که این حس بشه وقتی میخواستی یه سطر رو حس کنی میگفتی من فی دو برابر اینو به اضافه میکنم اینجا ایکس دو حس میشد مثلا پس این هم یه روش بود یکی دیگه هم جایی رو عوض کنیم مثلا اینو بیارم اول برگردم اینجا جا به جا کنم دو تا سطر رو مهم این سطر رو برم بالاتر رو بیارم بالاتر در دستگاه تغییر رخ نمیده این سه عملیات و سه عملیات اصلیه به عنوان هم به سطر مقدماتی میگن تعریف عملیات سطری مقدماتی ماتریس ها شما فرض کنید ماتریس A مساوی AIJ یک ماتریس M در N داره شده باشه یک اینو خیلی دو میخوام در واقع دقیق‌تر و فارسی‌وار بنویسم که شما تو مطالعاتون از این مسئله استفاده کنید بیشتر که ببینید به چه صورت در واقع این عملیاتو معرفی میشه یک اگر آی بین ام و یک باشه آلفا هم متعلق به آر خب و مخالف صفر این خیلی مهمه شما نمیتونید ماتریس صفر ضرب بشه بردار صفر ضرب بزنید بردار صفر وقتی ضربش میکنید کل معادله رو حذف میکنید یک قید از معادله از بین میره بس وقتی در یک ضریب ضرب بکنید ضریب حتما باید مخالف صفر باشه اگر آی بین یک و ام باشد آلفا هم متعلق به آر سطر آیوم را در مقدار آلفا ضرب کنید پس اولی هم سطر مقدماتی ضرب یک سطر در مقدار آلفا دو اگر آی و جی بین ام و یک باشن ام چی بود؟ تعداد سطر رو بود دقت کنید آیوم و جیوم سطر آی و جی رو شما انتخاب کنید و آلفا رو متعلق به آر درسته؟ در این صورت آلفا برابر سطر جیوم را به سطر آیوم اضافه کنید پس دو تا سطر رو انتخاب میکنید آلفا برابر یه سطر رو به سطر دیگه اضافه کنید صفر هم جمعشه اشکال نداره هیچ تغییر رو خیلی میده اولا سه پس بزنگ آلفا رو مخالف صفر رو شاید بهتر باشه چون اگه آلفا صفر باشه هیچ تأثیر رو نمیده پس از روی آلفا رو مخالف صفر بگیرم اینجا سوم سطر آیوم و جیوم را تغییر چیز جا به جا کنیم به این سه عملیات میگن عملیات سطری مقدماتی این خیلی عملیات مهم و ویژه بسیار بسیار هم ساده است اما دستاوردهای بسیار جالبی تو ماتریس کامپیوتیشن محاسبات ماتریسی حل دستگاه خودش نشون میده تو مثال ها قطعا این رو خواهید دید از این مگه بار دیگه این عملیات رو برای شما تشریح کنم شما اگه سطر بخوایم بگیم معادله اول یعنی چی؟ میگه چی؟ آر آی رو ببر به آلفا برابر آر آی آر یعنی راو در واقع سطر سطر آی رو آلفا برابرش کن دو سطر جیوم رو آلفا برابر کن با سطر آی رو یعنی چی رو کنید؟ یعنی به جای سطر آلفا برابر سطر جیوم به اضافه آر آی رو بذار به جای سطر آی آر پس دقیقا درست این رو بذار آلفا برابر این آلفا برابر سطر آیوم رو بذار جای سطر آیوم آلفا برابر سطر جیوم رو به اضافه سطر آیوم کن بذار جای سطر آیوم و سوم سطر آیوم رو ببر به سطر جیوم سطر جیوم رو بیار به سطر آیوم اینو در واقع بهش میگن در واقع عملیات های سطری مقدماتی خیلی هم مهم هست توی بخشایی که انجام خواهید داد با این روش ها میشه یک ماتریس رو چیکار کرد؟
با این روش ها میشه یک ماتریس رو در واقع پلکانی در واقع تبدیلشون کرد به هم دیگه. اینو رو دقت کنید، یه تعریف اینجا رو وجود میان، تعریف دو ماتریس آ و بی را هم عرض سطری مقدماتی گویند هرگاه به کمک تعداد متناهی عملیات سطری مقدماتی بتوان از آ به بی رسید. فهم میدونه از کنون بکنون دیگه، یعنی شما چی؟ تعداد متناهی، مثلا از این عددی از ضوابطی که گفتم از ست عملیات با استفاده از تعداد متناهی عملیات از یکی به دیگری برسید. مثلا بذارید نگاه کنیم، یه ماتریس آ رو بگیریم مساوی با 2 3 1 2 3 1 1 0 2 1 0 2 در واقع و 3 2 منهای 1 3 2 منهای 1 و بینم بگیریم ماتریس 1 0 2 1 0 2 ماتریس 0 1 منهای 1 و 0 0 1. آیا ماتریس A و B هم عرض سطری مقدماتی هستن یا نه؟ خب ما میتونیم بیچار کنیم از A به B برسیم یا نه. ببینید A رو اولا جای سطح اول دوم عوض کنیم، پس میشه چی؟ میشه 1 2 1 0 2 2 3 1 3 2 منهای 1 عمل اول. 1 2 بیاییم چکا کنیم؟ به کمک 1 سطح زیرش رو صفر کنیم، باشه چند؟ 1 0 2 منهای 0 منهای دو برابر این رو با این جمع کنیم، رابطه دوم آلفا بشه منهای 2 سطر اول به اضافه سطر دوم. خب منهای 2 برابر این به اضافه این، منهای 2 میشه 0 میشه 3 تغییر نمیکنه، منهای 2 برابر این منهای 4 1 میشه منهای 3. بعد رابطه سوم دوباره بعدیش 3 2 منهای 1، منهای 3 برابر با این جمع کنیم بشه 1 0 2 0 3 منهای 3. حالا 3 برابر منفی با این میشه چند؟ 0 این میشه 2 3 2 تا 6 تا منفی منهای 1 میشه منهای 7. ادامه بدید دوباره. خب میتونم در واقع عبارت سطر دوم رو در 1/3 ضرب کنم، میشه چند؟ رابطه 4 1 0 2 بعد 0 1 منهای 0 2 منهای 7. حالا زیر 1 رو صفر کنم، 5 رابطه 5 بشه بعد 1 0 2 0 1 منهای 1 منهای 1 دوم اینو با این جمع کنیم میشه چی؟ میشه 0 منها نه منهای 2 برابر اینو با این جمع کنیم ببخشید میشه چند؟ میشه 0 منهای 2 برابر این میشه 2 میشه منهای 5. رسیدیم به این؟ رسیدیم به این؟ حالا نه در چی در یه پنجم ضربش کنیم، رابطه 6 میشه چند؟ میشه 1 0 2 1 0 1 منهای 1 0 0 1. رسیدیم به این؟ مصاحبه ماتریس این تعریفی که گفت دو ماتریس آ و بی رو هم عرض سطری مقدماتی بیان هرگاه به کمک تعداد متناهی عملیات سطری مقدماتی 1 2 3 بتوان از آ به بی رسید، این آ این بی با 6 تا عملیات که هر 6 تاش از این 3 تا انتخاب شده از آ به بی رسیدن، مثلا هم میگن آ هم عرض چیه؟ سطری مقدماتی با بی هست. نکته اینجاست که دستگاه هایی که ماتریس ضربشون هم عرض هستن جواب یکسان داره. برابر این ما اگر سطری مقدماتی کنیم به ماتریس های در واقع به این فرمت برسیم به اون هدف رسیدیم، یعنی ماتریس آ رو ساده تر کردیم به ماتریس بی رسیدیم که ماتریس در واقع
بالا مثلثی و نون چجوری استفاده میشه. خب پس یه عمرسه سر تو مقدماتی معرفی کردیم، بعد دو مقصه هم عرض رو گفتیم، حالا برسیم به در واقع ادامه بحث در خصوص کار از با این در واقع معادلات برای حل معادلات. در عبارت بعدی یه تعریف خواهی داشت، تعریف ماتریس پلکانی یا استپ سایز، استپ وایز در واقع میتریکس. خب ماتریس پلکانی که میخواییم معرفی کنید به این صورت معرفی میکنید که فرض کنید ماتریس آ ام در ام داده شده باشه، در این صورت آن را یک ماتریس پلکانی گویند، هر را یک در هر سطر غیر صفر، در هر سطر غیر صفر اولین درایه قبلی سطح غیر صفر غیر صفر غیر صفر اولین درایه اولین اولین درایه اولین درایه اولین درایه غیر صفر یک باشه، در هر سطح غیر صفر اولین درایه غیر صفر اینجا نگاه کنیم یک نبود، پس این پلکانی نیست، یک باشد. دو یک پیش رو، یک پیش به اینو میگن یک های پیش رو، چون اولین جا درایه در سطح غیر صفره اولین درایه برمیشه، یک پیش رو در هر سطح غیر صفر، در هر سطر غیر صفر، اگه سطر غیر صفر داشته باشی اولین درایه مخالف صفر چند؟ یکه. به اینو میگن یک های پیش رو، درسته؟ به اینا یک پیش رو در هر سطر غیر صفر در سمت راست، در سمت راست یک پیشرو، یک پیشرو در سطر قبلی باشه. آقا یک پیشرو که قبلی نداره ولش کن، این بعدش میشه یک، یک پیشرو این دیگه، درسته؟ خب این در سطر ستون چندم اوله، این در ستون دومه، دقت کنید این باید قطعاً نسبت به این جلوتر باشه، سمت راست قرار، این سمت راسته، یک پیشو در هر سطح غیر صفر در سمت راست یک پیشو در سطح قبلی باشن، لطفاً دقت کنید رو. سه سطرهای غیر صفر قبل، سطرهای غیر صفر قبل یا چون ماتریسی که نگاه میکنیم مثلا بالاتر بالا از سطرهای صفر، سطرهای غیر صفر، سطرهای غیر صفر قبل یا بالاتر از باشید، قبل یا بالاتر از سطرهای صفر ظاهر شود. اگر شما سطر صفر داشتید برن آخر، سطرهای غیر صفر مثل اینا قبل است یا بالاتر از سطرهای چیه؟ صفر قرار ببینید. وقتی میگیم سطر، سطر از بالا شروع میشه به پایین، اینا اولتر هست، اینا میره آخرتر، ستون از دو شروع میشه به این سمت، پس دوران دقت کنید ستون رو از سمت چپ به راست حرکت میکنن، سطرها از بالا به پایین حرکت میکنن. و یه ماتریس میگیم سطری پلکانی، ببخشید به این ماتریس میگیم چی؟ ماتریس پلکانی. حالا سطح پلکانی هم میگن بهش هرگاه این باشه یک در هر سطح غیر صفر که این هستش، اولین درایه غیر صفر باید یک باشه، به اینا میگن یک پیش رو. دو در سطح غیر صفر یک پیش رو باید در سمت راست یک پیش روی سطح قبل قرار بگیره. سه تو سطح های صفر کلن پایین تر از سطح های غیر صفر باشه، تمام. به این میگن ماتریس پلکانی. خب بذارید مثال بزنم از این قسمت.
مثال حالا این واسه سطح پلکانی مثال بزنیم، مثلا 1 2 -4 0 0 1 5 0 0 0 0. حالا این واسه سطح پلکانی، سطح غیر صفر پایینه، قبل از سطح های غیر صفر سطح صفر پایینه، قبل از سطح های غیر صفر قرار گرفته. در سطح های غیر صفر اولین درایه ناصف 1، اینم درسته. هر یک پیش رو قبل از یک در سمت راست یک پیش رو قبل قرار گرفته. یک پیش رو نداره، یک پیش رو اینجا داریم که سمت راست این قرار گرفته. پس کاملا میشه چی؟ میشه پلکانی. حالا یک ماتریس پلکانی رو در واقع یک ماتریس تعریف دیگه هم بگیم. تعریف ماتریس پلکانی را ماتریس تحلیل شده، ماتریس پلکانی تحلیل شده گویند، تحلیل شده گویند. پس ماتریس پلکانی را ماتریس پلکانی تحلیل شده گویند هرگاه، طبق اسمش هست، یک پلکانی باشد، دو، یعنی به این سه شرط یه شرط هم اضافه کنید، چیه؟ هرگاه یک پیشرو در هر سطر غیر صفر تنها درایه غیر صفر ستونی باشد که آن یک در آن قرار دارد. ببینید الان اینجا نگاه کنید، این ماتریس همین پلکانی این که پلکانی نیست چون پیش رو شنده یک نیست، این دو تا پلکانیه. اینجا یک داریم زیر صفر دیگه بالا نداره، اینجا صفر یک صفر داریم، اینجا یک منهای یک دو داریم. این پلکانی هست ولی تحلیل شده پلکانی نیست. چرا؟ میگه در اون ستونی که یک پیش رو داره باید همه به جز یک پیش رو صفر باشن، یک صفر یک بالا پایین صفر، اینجوری بود دیگه. ببین در اون ستون فقط عنصر غیر صفر همون یک پیش رو باشه، در این ستون عنصر پیش رو یک بعدی صفره، این چون بالاش صفر نشده این تحلیل شده نیست، این چون یک بالاش صفر نشده تحلیل شده نیست. پس اگه بخوایم تحلیل شده کنی در واقع ماتریس 1 0 2 0 1 -1 و 0 0 1 رو من اول چیکار میکنم؟ این رو با این جمع میزنم، این رو با بر میگردم با 1 0 2 0 1. خب اینو با این جمع بزنم 0 0 0 0 1 1 1 با من هم میشه 0 0 0 1. هنوز دو مونده، دوباره منفی دو رو اینو با این جمع میزنم، با آخری با اولی جمع میکنم میشه 1 0 0 میشه 0 1 0 0 0 1. یادتون هست گفتم ساده ترین ماتریس همانیه؟ هدف چیه؟ هدف رفتن به سمت ماتریس همانیه. دقت کنید الان ما اینجا اتفاق کردن افتاد رفتن به سمت ماتریس چی؟ همانی. یعنی یک ماتریس 3 در 3 وقتی تبدیل میشه ماتریس همانی، یه ماتریس 3 در 3 اگر سه تا عنصر پیش رو داشته باشه تحلیلات قدر همانیه. حالا تو تبدیل کامل میبینید اینها رو که چقدر مهمه تو بحثی که با اینا داریم کار میکنیم. لطفا به این قسمت ها و تمرینی که نگاه میکنی توجه کنید که در ادامه بشون خواهی نیست. خب در خصوص ماتریس های تحلیل شده و غیر تحلیل شده حالا میخواییم به این برسیم. دو تا ماتریس به شما میدن، دستگاه معادلات به شما میدن، برای که شما برسید به جواب این دستگاه معادلات بخواید برسید، فرم ماتریسی در واقع روش تصویرگاز رو پیاده سازی کنید. خب بنابراین در این قسم به این روش میشه بدونه در واقع نوشتن بیشتر رو در واقع وقت صرف وقت بیشتر به همون در واقع جواب روش حذفی برسید. مثلا یه مثال بزنم،
اولا که در دستگاه معادلات Ax مساوی با B یه ماتریس افزوده تعریف میکنن. یک تعریف ماده، فرض کنید دستگاه معادلات Ax مساوی B داده شده باشه. A ماتریس M در N، X ماتریس M در 1، B هم ماتریس M در 1، چون ضرب رخ بده دیگه، درسته؟ حالا ماتریس A رو نگاه کنید که بشون ماتریس ضربه پیش رو گفتیم، یه ماتریس M معرفی می کنیم. خب به صورت قسمت اول ماتریس A، A1 تا A1N، AM1 تا AMN. یه نقطه چی میذارید؟ B رو اضافه کنید اینجا، B1، B2 تا BN. به این میگن ماتریس افزوده. چرا؟ وقتی شما دارید معادلات رو چکار میکنید؟ رو آ عملیات سطح مقدمات چی میذارید و فرم پلکانی یا تحلیل شده پلکانی میگیرید، عناصر رو بیرو اگه تغییر ندید اصلا معادله عوض میشه. ببینید که معادله مثلا 2x1 به اضافه x2 مساوی با 3 رو داشتید و x1 منها x2 مساوی با 4. اگه بخواستید این رو با یک کم و زیاد کنید رو 3 و 4 هم عمل میکرد دیگه، میگفتید مثلا چی؟ منفی یک دومون با یک جمع میزنم یا کلای دوتا رو با هم جمع میزنم. وقتی جمع زدید به چه معادله میرسیدید؟ میگفتید 3x1 به اضافه 0x2 مساوی با 7. ببینید؟ پس بنابراین به خاطر که از این قسمت معلوم جا نمونیم و تعادل معادلمون به هم بخوره، میریم چیکار میکنیم؟ یه ماتریس، یه ستون به ماتریس اضافه میکنیم، مقادیر معلوم رو اینجا انجام میدیم، هر عملیات سطح مقدماتی خواستیم رو انجام میدیم، رو بی های متنازعش هم انجام میدیم. اما سطح مقدماتی رو ماتریس افزوده به میگن آگمنتیشن ماتریس یا ماتریس افزوده. ماتریس افزوده. الان اگه میخوام ماتریس ضرب این چی میشه؟ میشه ماتریس ضربش 2 1 1 منهای 1 و افزودش میشه چی؟ M میشه چند؟ 2 1 1 منهای 1. حتما هم نقطه چی میذاریم که بعدا بدونیم اینه معلومات ما که قاطی نشه با سطح و ستونهای دلوقت ماتریسمون 3 و 4. خوشمحل بلایی که مثلا به یه سری ندمیه که ماتریسمون کامل محاسب روش و بدونیم چه اتفاق برای ماتریسمون خواهد. این خیلی نقطه مهمیه که در بخشامون داشته باشه. یه مثال براتون بگم. دو دستگاه سازگار هم قبلا بهتون گفتیم، دستگاه معادلات به تعریف هم بگیم اگر قبلا جا افتاده، دستگاه معادلات خطی Ax مساوی B را سازگار بوین هرگاه حداقل یک جواب داشته باشن. لطفا توجه کنید، حالا دستگاه ناسازگار وقتی جواب نداشته باشه دستگاه رو همگن میگن. دو دستگاه معادلات خطی را همگن گویند هرگاه Ax مساوی با صفر باشه، یعنی ضرب B رو مقدار B رو صفر در نظر بگیریم. بعد راجع به دستگاه معادلات صحبت میکنن، بنابراین جواب یه دستگاه از معادلات خطی چه اتفاق واسش میفته؟ یک، یا جواب ندارد. دو، یا جواب دارد. در حالت شده که ناسازگاره، خب تمام برو پایان. اگه جواب داشته باشد یعنی سازگار باشن معادلات با هم دیگه، دو تا اتفاق رخ میده، فقط یک جواب منحصر به فرد دارن، بی نهایت جواب دارن. پس ما سه حالت جواب برای دستگاه معادلات در نظر میگیریم، یا جواب وجود نداشته باشه، یا منحصر به فرد یه دونه باشه، یا بی نهایت چی باشه؟ جواب داشته باشه. حالا من یه مثال بزنم از در واقع دستگاه معادلاتمون که میخواییم در واقع روش کار کنیم و بدونیم چه اتفاق میفته. میگه مقدار، مثال، مقدار کارا چنان تعیین کنید که دستگاه دا
داده شده سازگار باشه. مقدار کار رو چنون تعیین کنید که دستگاه داده شده چی باشه؟ سازگار باشه. خیلی برای ما مهمه که اینجا بتونید راجع به در واقع معادله کامل صحبت کنید. و بعضی موقع توی معادله شما یک مقدار ثابت کار قرار میدن که در واقع چی بشه؟ که بشه کامل به ماتریس رو در واقع اون دستگاه رو کاملا اون پارامتر رو چنان حل کنید که دستگاه سازگار بشه. مثل مثلا چه معادله؟ مثلا 2x1 به اضافه x2 منهای x3 مساوی با 1، بعد 5x2 1 منهای x2 به علاوه x3 مساوی با 2x3 مساوی با منهای 1 و x1 منهای x2 به اضافه 3x3 مساوی با کار. چنان بیابید که دستگاه معادلات چی داشته باشه؟ یه جواب سازگار، اصلا سازگار باشد. ما کار به بحث سازگاری داریم. ما تو درمش در نظر بگیریم 2 1 منهای 1، 5 منهای 1 2، 1 منهای 1 و 3. افزودش میشه 1 منهای 1 در واقع کار. شروع کنیم تحلیلش کنیم. حالا بخوایم تحلیلش کنیم به این شکل به دست میاد. اول که اینا رو جابجا میکنم میشه 1 منهای 1 3 در واقع کا میشه 5 منهای 1 2 منهای 1 2 1 منهای 1. پس چیکار کردیم؟ سطر اول و سوم رو هم جابجا کردیم. با سطر اول اینا رو صفر میکنم میشه منفی 5 برابر اینو با یه جمع کنیم میشه 1 منهای 1 3 کا، 0 منفی 5 برابر میشه 5 میشه 4، منفی 5 تا منفی 15 منهای میشه منهای 13 منفی 5 کا منهای 1. درسته؟ بعد مقدار دو رو صفر میکنیم میشه در توان توی ماتسم انجام داد. منفی 2 برابر این بایی جمع کنیم میشه چند؟ صفر میشه 2 1 3. در واقع کاش این میذاشتم 2 میذاشتیم این رو 1 منهای 1. خب این بگذاریم منفی 2 برابر این با 2 جمع میذاریم منفی 2 برابر این بایی میشه صفر 2 2 1 میشه چند؟ 2 1 میشه 3. منفی 2 برابر این منفی 6 منهای 1 منهای 7 مساوی با منفی 2 کا به اضافه چند؟ 1. درسته؟ خب اگر توی این معادله که رفتیم حالا خب میشه به کمک اینو در 4 ضرب 1/4 ضربش کرد تا سطری پل تحلیل شده سطری پل مکانیش به دست بیاد میشه چی؟ میشه 1 منهای 1 3 کا 0 1 منهای 13 4 منهای 5 کی منهای 1 4 در 1/4 ضرب کردم اینو. حالا بعدش هم که میشه 0 و 3 و -7 منهای 2k+1 به اضافه 1. حالا با 1 زیر 0 میکنیم میشه چی؟ 1 منهای 1 3 کا 0 1 منهای 13 4 و -5 کا -1 4 و منفی 3 برای بایی جمع میکنیم میشه 0 0 منفی 3 برابر این میشه 39 4 به اضافه در منهای 28 4 اگه بخوایم جمع بزنیم میشه 11 4 مثبت و در واقع 3 برابر این منفی 15 که منهای 3 در واقع 4 به اضافه
منفی بود دیگه، منفی 3 برابر میشه مثبت، مثبت به اضافه منهای 8 که به علاوه 4 4 منهای 8 تا 15 میشه 7 که به اضافه 7 چند و 4. ببینید وقتی که آخرین درکه حساب میکنی اگر اینجا 0 شده بود 11 4 شرطی که 7 سازگار باشه که 7 کا به اضافه 7 4 چند بشه 3 یعنی کا بشه منهای. اگر این 0 نشه یعنی سطر آخر 0 نشه به ازای هر مقدار کای چیه این در واقع سازگاره. این معادله برای هر مقدار کا چیه سازگار است. پس برای سازگاری پس چه کنید؟ اگر شما تحویل کردین یه سطر شد 0، سطری که بشه 0 باید اون مقدارای مقابل اون سطر تو مات افزوده بشه چند بشه 0 اونجا شد. یعنی اگه 11 4 من به 0 تبدیل میشد شما میگید بعد 7 کا به اضافه 7 بشه 0 کا میشه منهای 1 شرط سازگاریش. وقتی سطر غیر 0 نداری این معادله بی نهایت جواب داره. پس معادله همیشه سازگار به ازای هر مقدار کاری که در نظر خواهید. خب بریم سراغ در واقع شرط وجود جواب. پس بنابراین ما الان اول سطح مقدماتی یاد گرفتیم، به کمک اون دستگاه معادلات رو حل میکنیم و جواب معادلاتمون کاملا میتونیم به کمک روش‌های ماتریسی هم عملیاتی در نوع حسبی گوس رو دیگاه شوید بیارم. من یه مثال بزنم بعد برم سراغ در واقع این دستگاه معادلاتی که دنبالش هستیم. به عنوان مثال در معادله زیر رو گفته حل کنید، معادله x1 به اضافه 3x2 به اضافه 2x3 مساوی با منهای 1، بعد 3x2 به علاوه x1 منهای x2 به علاوه x3 مساوی با 0 و بعد منفی x1 به اضافه x2 به اضافه 2x2 مساوی با منهای مثبتی. سه معادله سه مشهور گفته حل کنید. شما سریع واسه افزودن ایجاد میکنید m مساوی با 1 3 2 3 منهای 1 1 منهای 1 1 2 و منهای 1 0 1. همه سطح مقدمات رو آغاز میکنیم، زیر 1 رو بعد 0 کنید، 1 3 2 منهای 1 منفی 3 برابر با این جمع کنیم میشه 0، منفی 3 تا 9 تا منهای 1 منهای 10 تا، منفی 3 دو منهای 6 1 5 منفی 3 میشه چند 3، منفی 3 برابر اول به اضافه 1 دوم. اینه با آخری جمع کنیم که آخری بذاریم میشه، اینه با آخری جمع کنیم میشه چند میشه 0 میشه 4 میشه 4 و میشه 0. توجه کنیم حالا کاری که انجام بدیم چی دو سطر رو عوض کنیم بیاریم بالاتر بشه 1 3 2 منهای 0 1 1 0 و 0 منهای 10 5 چند 3. چیکار کردم؟ این در یه 4 1 4 ضرب کردم شد 0 1 1 0، با این جا به جاش کردم دو تا عملیت انجام دادم. پس یه ضرب آلفا 1 4 کردم یه جا به جایی صورت دادم. پس چون میخوام فقط سریعتر نوشته بشه چون که محاسبات طول میکشه. حالا زیر 1 رو 0 میکنم میشه 1 3 2 منهای 1 0 1 1 0. 10 برابر با این جمع کنیم میشه 0 0 15، 10 برابر اضافه میشه 3. حالا دیگه معادله حل میشه به سرعت. شما میگی چی؟ 15 اگه بخواید ضربش کنید معادله چی میشه؟ میشه x1 به اضافه 3x2 به اضافه 2x3 مساوی است با چند؟ منهای 1، بعد x2 به اضافه x3 مساوی با 0، در نهایت 15 x3 مساوی با چند؟ مساوی با 3. x3 مساوی با 1/3 1/5 بعد x2 میشه منفی 1/5 و
و بعد ایکس یک رو حساب میکنیم که میشه منفی یک. خب منفی سه پنجم و دو پنجم میشه منفی یک پنجم، منفی یک پنجم میشه مثبت یک پنجم، میشه منفی چهار پنجم. ایکس یک میشه منفی چهار پنجم. پس دست به حل شد و جوابم داره. این روشی که حساب کردیم همون روش حسبی گوز هستش که در اسمش چیه دستگاه معادلات کار می‌بردیم. الان ماتریس نه تحویل شده یه پلکانیه، پس پل تحویل شده پلکان تحویل شده پلکانی هم نیست، چون 15 برابر با یک نیست، باید ادامه میدادیم تا بشه پلکانی و بعد سطح پلکانی که بعدا راجع بهش بیشتر تو مثال حل می‌کنیم که شما ببینید. در نهایت راجع به یادداشت کنید، راجع به جواب‌های یک دستگاه معادلات، ساختار جواب دستگاه معادلات، این نکته خیلی مهم هستش که راجبش بتونیم صحبت کنیم. ساختار جواب های دستگاه معادله خطی، معادله های خطی AX مساوی با B. بچه این ماتریس در واقع M در N در یک ماتریس مشهور N در یک ضرب شده، تبدیل این ماتریس چند در چند M در یک معنی AIJ X مثلا AI در BI. مثلا به این ماتریس توجه کنید به این صورت که اشاره کردیم. خب کاری که ما انجام میدیم آ رو تحویل میکنیم به این ماتریس پلکانی، ماتریس ضرب رو تشکیل میده. M میشه در واقع ماتریس افزوده، ماتریس افزوده، پس میشه خود A به همراه B. تحویل میکنیم ماتریس M رو، تبدیل میشه به R و S. تحویل پلکانی، سطری پلکانی، سطری پلکانی آ و بی. ما از افزودان رو تحویل میکنیم میشیم به آر اس. آر اس چیه؟ در آر اس ما آر تا سطح غیر صفر داریم، به وضوح ام آر تا سطح صفر، به طوری که یک ال سطر آر غیر صفر و ام منهای ال سطر آن صفر است. ببینید بعد از اینکه تحویل میکنی، خب در آخر یه چند دیگه تحویل بکنیم، سطر صفر میرم پایین بالا غیر صفر را فرض کنیم ال تا صفر وجود میمونه، ام منهای ال تا چی؟ غیر صفر. حالا بر اساس میشه صحبت کرد که یک این اتفاقات برای اون ماتریس ما میفته که چه اتفاق باید اگر در مقابل یک سطح صفر عدد غیر صفر ظاهر شود. اگر در مقابل یک سطر صفر در حالت چی؟ آر اس، در حالت تحویل شده آر اس، اگر در مقابل یک سطر صفر در آر اس یک عدد غیر صفر ظاهر شود، این دستگاه سازگار نیست. یعنی چی؟ یعنی جواب نداره، جواب نداره. دو، اگر بعد از تحویل سطری پلکانی L مساوی N بشه، تعداد سطرهای غیر صفر دقیقا برابر تعداد مشمولات بشه، اگر L مساوی N باشد دستگاه فقط یک جواب منحصر به فرد داره. سه، که اگر همگن بود بوشن فقط جواب بدیهی داره. اگر L کوچکتر از N شود، اگر L کوچکتر از N شود جواب دستگاه بی نهایت جواب داره. دستگاه بی نهایت جواب
دستگاه بی نهایت جواب داره. پس بنابراین ما به کمک این قضیه میتونیم در واقع وضعیت حل یک معادله رو کاملا مشخص کنیم که چه اتفاقی برای دستگاه معادلاتمون میفته. یه مثال بزنم و بعد ببینیم چه اتفاقی برای معادلاتمون چون رخ بده. البته من این آهنگوار زدم که از این خارج نشم تو نوشتم، ولی دیگه دارم خارج میشم و به مشکل هم برخورد میکنم. مثلا نوشته x1 منهای 4 x3 x2 مساوی با 1، بعد x2 به اضافه 3x2 مساوی با 13 و 5x1 به اضافه 2x2 مساوی با مثلا 2. سوال، حالا دستفزیدی دستگاه معادلات به چی شکله؟ خب من سعی دست مثلا افزودار تشکیل میدم، این مساوی با 1 منهای 4 1 1 3 13 5 2 2 تحلیل میکنم، در قسمت اول زیر 1 رو صفر میکنم، 1 منهای 4 1 میشه 0، منهای این با این جمع میشه 7، منهای این با این جمع میشه 12، 5 برابر منفی 5 با این جمع میشه 0، منفی 5 20 تا 22 تا، منفی 5 1 منفی 5 یکی 5 تا، منفی 2 3. درسته؟ خب حالا با 7 کار میکنم چه اتفاق میفته؟ 1 منهای 4 1 0 1 12 7 درست دفتر بگیرم، اینو با این منفی این با این منفی این با این میشه 12، دقیقا درست، این همیشه 7. بعد و 0 22 3. با یک زیرش رو ساده صرف کنید، با در واقع 1 زیر 1 رو صرف کنید که اون بحث ضریب پیچ رو گفتیم تو اون ستون هر وقت متقل صفر باشه رعایت کنیم، میشه 1 0 0 منهای 4 1 منفی 22 برابر رو با این جمع کنم میشه 0 1 12 7 منفی 22 برابر 12 ضرب در منفی 22 7 به اضافه 3. بسیدیم به اینجا بگیم چی؟ دستگاه ناسازگار است. چرا؟ این صد صفره، این صفر نیست. من 12 در منفی 2 7 به اضافه 3 عدد مخالف صفر، چون منفی 22 ضرب در 12 تقسیم بر 7 یا به اضافه 21 این مخالف چنده؟ صفره. سطر صفر مقابلش عنصر غیر صفر هست، بنابراین ناسازگار خواهد. بعضی موقع اینجا کا به شما میگن، مثل مثال قبلی میگن برای چه مقادیری از کا این در واقع سازگاره، کا رو حل میکنید مقادیرش رو به دست میدید و بحثای معادل با این که وجود داره. پس اینجا ما موفق شدیم یه مکانیزم الگوریتمی برای حل دستگاه معادلات شما بدیم که هم روش حذفی گوسوش هست، هم ماسه عملیاتی مقدماتی در واقع توش وجود داره. در جلسات بعد ما تلاش میکنیم به شما از مفاهیم مانده یک معکوس ماتریس و بعد دترمین رو مطرح کنیم، به کمک اون هم بازی جوابهایی به وجود میاد که در آینده بحث در واقع طیف سنجی که انجام میدیم و طیف ماتریس رو بررسی میکنیم بتونیم در واقع اونجا از این تکنولوژی هم استفاده کنیم. موفق باشید.